بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا فما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. بحثی رو روز گذشته شروع کردیم در مورد تحلیل تاریخی ریشه های واقعی عاشورا از سال 11 هجری ارتحال رسول گرامی اسلام تا سال 61 هجری که شهادت ابی عبدالله الحسین علیه السلام است. روز گذشته اشاره به این شد که سوال اصلی این بحث چه چیزیست؟ مطرح شد این سوال مهم، این شاید به تعبیر معمای مهم که چه اتفاقی افتاد، چه عواملی، چه فاکتورهایی موجب شد که اون جامعه اخلاق مدار، اون جامعه به اصطلاح مدینه فاضلی زمان پیامبر اکرم با اون تعبیراتی که قرآن کریم داره در مورد شخصیت انصار، شخصیت مهاجرین، اون ایثار، اون گذشت، اون فداکاری، عرض کردم نقلی رو که عروه بن مسعود ثقفی در زمان صلح حدیبیه داره از اون عشق و محبتی که یاران پیامبر به ایشون داشتن، احترامی که برای رسول گرامی اسلام و خاندان ایشون قائل بودن، اینکه چه اتفاقی میفته که در تقریبا 50 سال از سال 11 هجری تا سال 61 هجری این جامعه چنان سقوط میکنه که نه فقط اون ارزش های اخلاقی رو از دست میده، نه فقط اون مکارم اخلاقی رو که شاهد هستیم در بطن جامعه کمرنگ میشه، بلکه کار این جامعه به جایی میرسه که سال 61 هجری در مقابل سید و شهدا لشکری صف میکشه که خیلی های اون مدعی عشق و محبت امیر مؤمنانند. خودشون از سید الشهدا دعوت کردند. اینکه چه اتفاقی افتاد که جامعه اینقدر سقوط میکنه، چه اتفاقی افتاد که جامعه به جایی میرسه که سید الشهدا اون اتمام حجتی که میکنه با سپاه کوفه، اون شهدکم الله، من شما رو به خدا قسم میدم منو میشناسید، پسر چه کسی هستم، جد من چه کسی است، مادرم چه کسی است، عموی من چه کسی است، همه رو گفتن اللهم نعم، به خدا قسم میدونیم. و موقعی که سید الشهدا سوال کرد پس برای چه چیزی میخواید دستتون رو به خون من و حسین آلوده بکنید، تنها جوابی که دادن این بود، گفتن که همه اینها رو میدونیم، اما تا زمانی که تو را با لب تشنه اینجا به شهادت نرسانیم نهایت نخواهیم کرد. چه اتفاقی افتاده این 50 سال این جامعه اسلامی در چه مسیری رفته که کار به اینجا رسیده؟ یا شاید سوال رو اگر بخوایم به شکل دیگری مطرح کنیم، چه انحرافی ایجاد شد که برای نجات نهضت انقلابی رسول گرامی اسلام، برای نجات مکتب اسلام راهی جز خون سید الشهدا وجود نداره، جز شهادت سید الشهدا نمیتونه این جامعه رو از اون خواب غفلتی که بر اونها عارض شده بیدار بکنه؟ عرض کردم سوال ما فقط یک سوال تاریخی نیست که یک واقعی در سال 61 هجری اتفاق افتاده فقط بخوایم ریشه های اون واقعه رو پیدا بکنیم که حالا به عنوان یک فهم یک واقعی تاریخی که در گذشته 1400 سال پیش اتفاق افتاده. نه، سوال در واقع اون چیزی که باید بهش بیشتر توجه کرد
اون بستری است که میتونه منجر بشه یک جامعه متعالی، یک جامعه کمال محور در مسیر سقوط واقع بشه. عرض کردم بحث تکرار پذیری تاریخ رو، آیات قرآن رو، فرمایشات حضرت امیر رو، اینکه اگر اتفاقی در گذشته افتاده، اینکه شما میبینید در قرآن کریم ما قصص مختلف داریم، داستانهای قرآن فقط یک داستان از یک واقعه گذشته نیست، بلکه یک عبرتی است برای آینده. بس اینه که اگر همین مسیر رو در آینده بروید، جامعه شما در قرن 21 هم اگر باشید، اگر جامعه هستید، در جامعه زندگی میکنید، به دنبال تعالی اون جامعه هستید، اگر انحرافاتی که در جامعه صدر اسلام اتفاق افتاد در جامعه شما هم اتفاق بیفتد، نتیجه این خواهد شد که آخر امثال سید الشهدا باید به مسلخ بروند تا این جامعه نجات پیدا بکند. بس سوال، سوال مهمی است. چه اتفاقی افتاده؟ چگونه باید عمل کرد؟ مراقب چه مواردی باید بود؟ یک بیانی داره ابو عبدالله الحسین علیه السلام در عصر روز عاشورا، هنگامی که ایشون تنها موندن، هنگامی که بعد از شهادت اصحاب، بعد از شهادت فرزندانشون، اون لحظات آخر شهادت سید الشهدا، هنگامی که لشکر متوجه ضعف مستولی بر سید الشهدا میشه، به سمت خیام حمله میکنه. اینجا فریاد ابی عبدالله بلند میشه، در مقاتل هست که خطاب میکنه به اینها: یا شیعت آل ابی سفیان، اگر شما به هر حال به قیامت اعتقاد ندارید، اگر به ارزش‌های دینی اعتقاد ندارید، اگر به جایگاه من حسین به عنوان فرزند زهرای اطهر، فرزند رسول خدا، فرزند امیر مؤمنان احترام نمیگذارید، لااقل جوانمرد باشید تا زمانی که من حسین در قید حیاتم، به سمت خیام من، به سمت ناموس من نرید. این تعبیری که ابی عبدالله خطاب میکنه با اون این جماعت رو، یا شیعت آل ابی سفیان، بقیه من خیلی تعبیر کلیدی است و شاید به یک معنای پاسخ اصلی باشه، یک پاسخ کلی اگر بخواید بدیم به اون سوالی که به دنبالش هستیم. این فرمایش ابی عبدالله داره به اون جواب اشاره میکنه. اون تغییر بزرگی که اتفاق افتاده در جامعه اسلامی از سال 11 هجری تا سال 61 هجری این هست که اون اسلامی که اسلام نبوی بود، اون اسلامی که جمعیت مسلمان صدر اسلام در آن پیرو رسول خدا بودند، پیرو خاندان رسول خدا بودند، حرمت زهرای اطهر، حرمت امیر مؤمنان حفظ می شد، در سال 61 هجری این اسلام، اسلام نبوی نیست، اسلام اموی است. شیعت آل ابی سفیان، اون زمان اگر شیعه پیامبر بودن، شیعه علی بودن، الان سال 61 هجری به فرمایش سید الشهدا، اینها شیعه ابی سفیانند، شیعه معاویان، شیعه یزیدند. پس اسلام نبوی به چنان انحرافی دوچار شده که امروز تبدیل شده در زمان سید الشهدا به اسلام اموی. این خیلی بس مهم نیست. ما اگر بخوایم درک بکنیم، بخوایم درست تحلیل بکنیم، بخوایم درست بفهمیم این سیر اتفاقاتی که در صدر اسلام از سال 11 هجری تا 61 هجری میفته، باید یک نگاه ویژه داشته باشیم به بستر تاریخی یا اصطلاحاً کانتکست این واقعه. خیلی مهم هستن مطالعات دینی که ما داریم، در بحث تحلیل های تاریخی که هست، در بحث فهم آموزه های دینی که ما داریم، این که حتما ابعاد تاریخی باید در نظر گرفته بشه. اگر درست درک نکنیم اون جامعه ای که مخاطب بوده برای برخی از آموزه های دین مبین اسلام، اگر درست درک نکنیم اون جامعه ای که بستر بوده برای برخی از حوادث تاریخی چه جامعه است، چگونه اون مردم فکر میکردن، چه فرهنگی داشتن،
چه تفکری داشتن. اگر این رو درست درک نکنیم، تحلیل ها هم تحلیل های دقیقی نخواهد بود. خب اون چیزی که من خدمت عزیزان عرض کردم این که خیلی مهم هست در شناخت، در فهم این وقایعی که در این دوره اتفاق افتاده، این خیلی مهم هست که جنبه تاریخی اون لحاظ بشه. باید اون جامعه‌ای که بستر این اتفاق بوده، باید طرز تفکر اونها، نگاه اونها رو باید به درستی شناخت. یکی از اون مسائلی که معمولاً در تحلیل تاریخ صدر اسلام مغفول واقع میشه، کمتر به اون توجه میشه، اهمیت نقش تفکر قبیله‌ای، اون تعصبات قومی و طایفه‌ای در حوادث صدر اسلام هست. چون در جامعه امروز ما معمولاً به این شکل دیده نمیشه و خیلی مواقع ما ناخواسته اون تحلیل هامون برگرفته از اون طرز تفکریست که امروز داریم. گاهی اوقات این رو غافل میشیم که امکان داره فضای اون زمان فضای متفاوتی است. در دعای ندبه ما این رو داریم، تعبیراتی رو که اشاره خواهم کرد که این تعبیرات تصریح میشه به یکی از انگیزه های مهمی که منجر به دشمنی اون جریان اموی است با امیر مؤمنان علی علیه السلام، به همین تعصبات قومی و قبیله‌ای برمیگرده. استاد رسول جعفریان که یکی از مورخین بسیار موفق و خوب ما هستند در تاریخ تشیع، کتابی دارن تأملی در نهضت عاشورا، ایشون در اون کتاب به این بحث اشاره میکنن. شما اگر دقت بکنید از ابتدای صدر اسلام یک تنشی است، یک اختلافی است، یک جریان مقاومتی است در مقابل رسول گرامی اسلام که این جریان یک جریان طایفه ای است و شاید بشه گفت پررنگ ترین خط اون هم از خود قریشه. قریش قبیله قدرتمند و شناخته شده عرب در اون زمان. اینها موقعی که رسول گرامی اسلام رسالتش رو آغاز کرد، خیلی از مخالفان و دشمنان اصلی رسول خدا، اونهایی که توطئه قتل رسول خدا ریختن، از قریش بودند. در قریش طوایف مختلفی ما داریم. یک طایفه هست، طایفه بنی هاشم هست، طایفه که رسول خدا به اون منتسب هست. طوایف دیگری رو داریم، از جمله طایفه بنی تیم رو داریم، از جمله طایفه بنی امیه رو داریم. در قبل از جریان فتح مکه شما میبینید که این جریان بنی امیه و جریان و سایر طوایف قریش، خیلی ها اینجا در مقابل بنی هاشم دارن تلاش میکنن، اون به حال جمع مشرکین که دارن حرکت میکنن برای از پا در آوردن طایفه بنی هاشمه. با فتح مکه و خواست خداوند متعال، جریان هاشمی، جریان رسول خدا، امیر مؤمنان حاکم میشه بر هدایت جامعه اسلامی. اما متاسفانه با ارتحال رسول گرامی اسلام و اتفاقی که در واقعه سقیفه میفته، اون هدایت سکان معرفت دینی جامعه اسلامی از دست جریان هاشمی خارج میشه. اگرچه مستقیما بلافاصله به دست جریان اموی سپرده نمیشه، دست جریان سومی میاد. خلیفه اول ابوبکر از طایفه تیم هست، از طوایف قریشه. خلیفه دوم از طایفه بنو عدی است، باز هم از طوایف قریشه. پس یک طایفه سوم، یک جریان سوم میاد در این ماجرا که اینها مسیر رو، مسیر هدایت جامعه دینی رو از بنی هاشم میگیرند. و متاسفانه در زمان عثمان این جریان سوم عملا پلی میشه برای انتقال اون هدایت جامعه اسلامی از بنی هاشم به بنی امیه. عثمان که میاد به حکومت اسلامی رو به دست میگیره، اینجاست که بنی امیه قدرت پیدا میکنن، معاویه قدرت پیدا میکنه.
یک معنی. پس بنابراین اون جریان سوم خیلی اینجا مؤثر بود، چون اون متامع مصلحت اندیشی های جریان میانی باعث شد که این حرکت از بنی هاشم گرفته بشه و منتقل بشه کم کم به بنی امیه. میبینیم در زمان امیر مؤمنان علی علیه السلام با اون انقلابی که مردم میکنن بر میگرده دوباره حکومت به بنی هاشم، بر میگرده به امیر مؤمنان. اما این اتفاقی نبود که برای بنی امیه اتفاق خوشایندی باشه، برای طوایف دیگر قریش انتخاب خوشایندی باشه. لذا شما میبینید در زمان حکومت حضرت امیر دشمنی های بسیار تلخی رو که شما از این جریان عموی داریم و اون جریان سوم داریم. شما جنگ صفین رو که در نظر بگید، جنگ صفین نماد تقابل جریان عموی است به رهبری معاویه با جریان هاشمی به رهبری امیر مؤمنان. جنگ جمل رو نگاه میکنید، نماد تقابل اون جریان سوم قریشه، سایر طوایف قریش با باز هم جریان هاشمی، باز هم با امیر مؤمنان. رضا میبینید که چقدر پررنگ هست نقش این نگرش های طایفه‌ای، تعصبات قبیله‌ای در شکل دادن حوادث صدر اسلام. خب متاسفانه بعد دوباره میبینید اگرچه موقتا یک زمان کوتاهی برمیگرده هدایت جامعه اسلامی به بنی هاشم، دوباره در دوران بعد از امیر مؤمنان، بعد از شهادت حضرت امیر، متاسفانه به خاطر تردیدها، به خاطر سکوتها، به خاطر نفاقهایی که اتفاق میفته، تنهایی امام مجتبی علیه السلام، دوباره جریان حکومت اسلامی برمیگرده به بنی امیه، به دست معاویه میفته. خب معاویه دشمنی که با بنی هاشم داره رو خیلی با اون تدبیر و اون حیله‌ای که داره و اون به هر حال عوام فریبی که داره سعی میکنه این رو در وهله عمل نشون بده. اون تبلیغاتی که بر علیه امیر مؤمنان علی علیه السلام انجام میده. اما موقعی که دوران یزید میرسه، یزید دیگه اون تدبیر رو نداره، خیلی تقابلش با خط هاشمی، با خط رسول گرامی اسلام و خاندانشون یک تقابل علنی است. شاید بشه تعبیر کرد شما واقعه کربلا رو که نگاه میکنید، واقعه کربلا در حقیقت تقابل اون جریان عموی است با اون جریان هاشمی، یا به تعبیر دقیق تری که جناب جعفریان مطرح میکنن، جریان طالبی، چون در واقعه کربلا ما بن العباس رو نداریم اگرچه از بن الهاشم بودند. لذا جریان طالبی یک جریان اخصی از بنی هاشم. از اون طرف شما واقعه حره رو که نگاه میکنید در مدینه اتفاق میفته، اون قتل عام عجیبی که کرد یزید انصار رو در مدینه، اصلا خیلی عجیبه. شما نگاه میکنید اصلا باور نمیکنه که این اتفاقات در جامعه اسلامی در حدود 50 سال 50 خورده سال بعد از اتحاد رسول گرامی اسلام داره میفته، که یزید خون و ناموس انصار رو حلال کرد، مباح کرد بر سپاهیانش. چه جنایت هایی رو اینها در مدینه مکرمه اینها مرتکب شدند. در واقعه حمله سپاه یزید به مکه، خانه خدا تخریب شد. چقدر از اصحاب، چقدر از حفاظ قرآن، از صحابی بزرگ پیامبر در اون واقعه کشته شدند. از دوران یزید یه دوران است که این دشمنی، این تعصبات قومی قبیله‌ای خیلی پررنگ دیده میشه. شما اگر نگاه بکنید در تاریخ اسلام، خیلی جاها رد پای این کینه ها، رد پای این دشمنی های قومی قبیله‌ای رو میبینید. در خطابی است که عثمان داره خطاب به حضرت امیر در زمان حکومت خودش، برمیگرده به امیر مؤمنان علی علیه السلام میگه، میگه که ما ذنبی ان لم یحبک قریش، علی گناه من چیست اگر قریش تو را دوست ندارند؟ چرا تو را دوست ندارند؟ و قد قتلت منهم 70 رجلا کان وجوههم سیوف الذهب، چرا تو را دوست ندارند؟ چون تو 70 نفر از پهلوانان، از رجال نامآور قریش رو، که تعبیر عثمان اینه که چهره های اینها مانند شمشیرهای طلا می درخشید، تو از پا در آوردی علی.
تو در بدر اینها رو به اون بدبختی انداختی، تو بودی که در جنگ خندق عمرو بن عبدود از پادر رو بردی، تو بودی که این زخم ها رو به اینها وارد کردی. خب اینها این کینه ها رو دارن، اینها رو گناه من چیه اینها تو رو دوست ندارن؟ قبیل عثمان هست، این دست میگذاره رو همون. شما میبینید اون کینه ها با اون دشمنی های قومی قبیل عثمان هم خودش از بنی امیه است. در دعای ندبه اون تعبیری که عرض کردم، اشاره کردم که مربوط به این بحث هست، تعبیری است که موقعی که جایگاه حضرت امیر رو میخواد در دعای ندبه میخوام بدونیم به هر حال این چرا منشأ این کینه ها، منشأ این دشمنی ها کجاست. تعبیر دعای ندبه است: قد و طرفیه صناديد العرب و قتل ابطالهم و ناوش ضعبانهم. علی علیه السلام اون کسی بود که پهلوانان مشرکان قریش رو از پا در آورد، اون نام‌آوران اونها در مقابل علی به زانو در آمدند و ناوش ضعبانهم، علی با گرده های اونها در افتاد. و او دع قلوبهم احقاد احقادا بدریتا و خیبریتا و حنینیتا و غیره. نتیجه چی شد؟ اینکه قلب های اینها مالامال از کینه های بدره، از کینه های خیبره، از کینه های حنینه. فعذبت على عداوته و اکبت على منابذته حتی قتل الناکتین و القاستین و المارقین. حتی اون جبه های نبردی که به علیه علی علیه السلام در زمان حکومتش تشکیل شد، اون جبه ناکسین و قاستین و مارقین، به همین اداوت ها برمیگرده، به همین دشمنی ها، به همین کینه ها برمیگرده. کینه های جاهلی است، کینه های بدله. یک سری اشعاری رو ما داریم منصوب به یزید هست که بعد از شهادت سید الشهدا این اشعار رو سروده یزید. البته از این اشعار بیت اول و سوم اون مال خود یزید نیست، اینها رو از عبدالله زبعری گرفته. عبدالله زبعری از شعرای بزرگ عرب بوده و در زمان جنگ بدر، جنگ احد، مشرک بوده. حالا اینکه بعدها اسلام آورد یا نه محل اختلاف هست. این در جنگ احد بعد از اینکه مسلمانان شکست میخورن، بعد از اینکه حمزه سیر الشهدا شهید میشه، چند بیت شعر میگه. شعرش این هست: لیت اشیاخی به بدرن شهدو جزع الخزرج من وقع العسل. کاش اون بزرگ پدران من که در جنگ بدر کشته شدند امروز بودند در جنگ احد، ببینند که چگونه خزرج، چگونه انصار از ضربه شمشیرهای ما به ناله افتاده بودند. قد قتلنا القوم من ساداتهم و عدلناه به بدر فاعتدل. ما انقدر از بزرگان بنی هاشم، از بزرگان سپاه اسلام، از بزرگان صحابه کشتیم تا با اون کشتگان ما در جنگ بدر با همدیگه یکسان بشه، که انتقام بدر رو گرفته باشیم. بعد از واقعه عاشورا یزید اشعاری میگه که از جمله اینها این دو بیت هست. اولین بیتش با همین بیت اول عبدالله زبعری شروع میشه: لیت اشیاخی به بدر شهدو جزع الخزرج من وقع العسل. بعد اینجا این بیت خودش میگه: لأحلوا واستحلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل. خوشحال میشن اگر اون کشتگان ما به بدر بودن، اگر اجداد من که در بدر به دست علی کشته شدند، به دست سپاه اسلام کشته شدند، اگر اونها امروز بودن که من میدیدن من چه کردم با حسین، اینها امروز خوشحال میشدن، میگفتن یزید دستت درد نکند که انتقام ما رو گرفت. قد قتلنا القوم من ساداتهم و عدلناه به بدر فاعتدل. که ما چقدر از بزرگان این قوم رو کشتیم. عرض کردم باسم این رو از عبدالله زبعری میگیره. بعد ادامه میده این شعرشو، این تعبیری که داره که در برخی از منابع اهل سنت هم سیره ابن هشام در تاریخ طبری ما داریم، این رو که برخی از علمای اهل سنت تصریح میکنن که این تعبیر تعبیر کفره.
لعبت حاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. که میگه اصلا اون بنی هاشم با بحث حکومت، بحث دین، اصلا یک بازی بنی هاشم بود، اصلا وحی در کار نبود، اصلا دینی در کار نبود. بعد میگه لست من خندف ان لم انتقم من بنی احمد ما کان فعل. میگه من از اهل خندق نیستم اگر نتونم انتقام بگیرم از خاندان احمد، از خاندان رسول خدا، آنچرا که رسول خدا با ما کرد. این تعبیر خود یزید هست. یعنی شما نگاه بکنید خیلی به صراحت داره میگه اون چه در کربلا انجام داده، قتل عام سیر و شهدا، این کینه کینه بدله، این کینه کینه خیبره، این کینه کینه حنینه. این کینه ها رو نگه داشتن که فرصتی پیدا بکنن بتونن از بنی هاشم انتقام بگیرن. پس این خیلی مهم هست که اینو بتونیم بهش توجه داشته باشیم. اون چیزی که ما باید بهش توجه ویژه بکنیم اگر بخواهیم درست درس بگیریم از این وقایع، امروز شاید دیگه اون تعصبات قومی قبیله‌ای عرب به اون شکل بین طوایف و قبایل نباشه، اما ما امروز هم میبینیم متاسفانه تعصباتی که مبنای اون اخلاق نیست، مبنای اون عقل نیست، مبنای اون شر نیست. این تعصبات رو امروز هم میبینیم به شکل‌های جدید، به انواع مختلف. این تفکر متعصبانه، تفکری که منشأ قابل دفاع و عقلانی نداره، اینها متاسفانه امروز در میان ما هم جریان داره. یعنی هر جا که ما تصمیم بگیریم که منشأ تصمیم ما شایسته سالاری نباشه، منشأ تصمیم ما ان اکرمکم عند الله اتقاکم نباشه، منشأ تصمیم ما اخلاق نباشه، عقلانیت نباشه، اگر منشأ تصمیم گیری های ما، منشأ نگاه ما تبعیض بر مبنای نژاد شد، ملیت شد، جنسیت شد، تفکر سیاسی شد، نگرش فرهنگی شد، از این جاها به اسم دین داریم تبعیض قائل میشیم، اینها نوعی از همین تفکره. نباید دیده بشه چنین چیزی در جامعه‌ای که مدعی ولایت امیرالمؤمنینه، در جامعه‌ای که مدعی ولایت سیدالشهدا است، نباید بین ایرانی و افغانی و عراقی فرق باشه در نوع نگاه ما. نباید حقوق شهروندی، حقوق اولیه انسانی بین ملیت‌های مختلف، بین ادیان مختلف حتی فرق بکنه. اون تعبیری که حضرت امیر داره خطاب مالک اشتر که میگه مالک اونهایی که الان زیر سلطه تو هستن یا اخوانو که فی الدین یا برادران و خواهران دینی تو هستن، او نظیرو که فی الخلق، یکی اینها هم انسان هم مثل تو، حقوق اولیه انسانی دارن، موظف اونها رو رعایت بکنی. اگر خدای نکرده در جامعه به گونه ای بشه که دین بشه نردبان دنیای بعضی ها، دین بشه منشأ ارتزاق بعضی ها، با ریا و به اسم دین بشه پست گرفت، با ریا و به اسم دین بشه امتیاز گرفت، این خطرناکه. اون چیزی که باید مراقب باید باشیم. یک روایتی است از رسول گرامی اسلام، این روایت خیلی روایت زیبایی است. حضرت می فرمایند که اداکان امراؤکم خیاروکم، ای مؤمنین، به من و شما خطاب میکنه، اگر در جامعه بودید که اون جامعه این گونه بود، افرادی که مسئولیت ها رو به دست دارن، پست ها رو به دست دارن، بهترین های شما باشن، اما شایسته سالاری که عرض کردم، این شما اشخاص رو انتخاب بکنید که تخصص رو دارن، سلامت نفس رو دارن، اگر اینها بشن مسئولین، اینها کار بهشون واگذار بشه، و اغنیاؤکم سمحاؤکم، و اگر در جامعه باشید که ثروتمندان شما بخشنده ترین های شما هستند، موقعی که ثروتمند جامعه میبینه که فشار داره میاد، تحریم، گرفتاری، فقر، ثروتمندان جامعه حرکت بکنن برای اینکه دست
طبقات پایین‌تر رو بگیرن، نه اینکه خدایی نکرده هرچی میگذره ثروتمند ثروتمندتر بشه، فقیر فقیرتر بشه، سفره فقیر کوچکتر بشه، سفره ثروتمند بزرگتر بشه. زمان فهمان اگر ثروتمندان شما سخاوتمندان شما بودن و اگر این گونه بود که به امرکم شورا بینکم، اگر تصمیم گیری های شما مبناش خرد جمعی بود، معناش تخصص بود، معناش تفکر، از مبناش تفکر بود، اگر این گونه شد فدحر الارض خیر لکم من بدنها. اینجا این زندگی بر روی زمین از زندگی زیر زمین کنایه از مرگه، ارزشش بیشتره، اینجا این زندگی ارزش داره. اما اگر عکس این قضیه شد به اداکان امراءکم شراركم، اگر تعصبات قومی قبیله‌ای، تعصبات ملی، تعصبات نژادی، روابط، اگر اینها حاکم شد در انتخاب اینکه چه کسانی امور شما رو به عهده دارند، چه کسانی مسئولیت ها رو میگیرند، اگر این گونه شد، اگر ثروتمندان شما بخلاءکم، اگر اینها خسیس بودن، ثروتمندان شما اهمیتی نمیدن چه بلایی داره سر مردم داره میاد در طبقات پایین تر، و امورکم الی نسائکم، اگر به قرینه اون عبارتی که پیامبر میفرماید که بالا امرکم شورا بینکم، ترجمه اینجا این گونه ترجمه شد دقیقا این گونه باشه که اگر این گونه باشه که امور شما و تصمیم گیری های شما بر اساس منافع شخصی و خانوادگیتون باشه، منافع فردیتون باشه، نه امرکم شورا بینکم، اگر این گونه شد، اگر منافع شخصی شما ترجیح پیدا کرد، اگر تعصبات شما منشأ انتخاب‌های شما شد، اگر اغنیا شما بخیل بودن، اگر این گونه شد فبطن الارض خیر لكم من ذهب. اینجا دیگه شاید این زندگی دیگه زندگی ارزشمندی نیست، این زندگی زندگی سختی است، زندگی مشکلی است. اینجا این خیلی اهمیت داره که ما اینو درک بکنیم. این نکته‌ای که من عرض کردم از در بحث روز گذشته و امروز هم اول بحث اشاره کردم، اینها به معنای اشاره به سنت های الهی است. اگر در جامعه اون شرایط درست فراهم باشه، اگر مسئولین درست انتخاب بشن، اگر اغنیا به فکر فقرا باشن، اگر انتخاب ها انتخاب های خرد جمعی باشه، اینها اون بستری است، اون شرایطی است که سنت الهی تعالی جامعه رو محقق میکنه. اون جامعه شکوفا میشه، اون جامعه رشد میکنه، اون جامعه ارتقا پیدا میکنه. اما اگر خلاف این عمل کردیم، اگر شرایط سقوط شد، اگر مسئولین اشرار شدن، اگر اغنیا بخیل شدند، اگر ملاک تصمیم گیری ها منافع شخصی شد، اینجا ولو اینکه اسم دینی روش بذاریم، ولو اینکه اینجا بگیم به اسم اهل بیت، اگر درست عمل نکنیم، اگر شرایط درست فراهم نکنیم، سقوط میکنیم. این مسئله خیلی مسئله مهمی است، باید به اون توجه کرد. و اون چیزی که به هر حال باید ما بهش توجه بکنیم که انشالله ادامه بحث من در شبهای آینده خواهد بود که چه اتفاقی داره میفته، چطور میشه که این اسلام نبوی به اسلام عموی داره منتقل میشه، چه عواملی باعث میشه این اتفاقات بیفته. خب اگر یک عامل اصلی شما دارید میبینید این تعصبات، این تصمیم گیری هایی است که مبانی اخلاقی نیست، مبانی عقلانی نیست. چه باید بکنیم جلوی این فضا رو باید که بگیریم؟ این مسئله خیلی مهمی است. اگر بخوایم نهضت سید الشهدا رو درک بکنیم، اگر بخوایم بدونیم چه انحرافاتی بود که سید الشهدا خودش رو موظف دونست بیسته در مقابل انحرافات، خودش موظف دونست برای اصلاح امت جدش، برای حفظ اسلام در مقابل این انحرافات بیسته، باید چشم ها رو باز بکنیم، باید دقت بکنیم که انشالله بتونیم متوجه بشیم و بتونیم در زندگی خودمون اینها رو مورد توجه قرار بدیم. امیدوارم که خداوند متعال به فرد فرد ما این توفیق رو بده بتونیم از معارف اهل بیت اسمت و طهارت، از نهضت سید الشهدا بتونیم درس بگیریم و این درس ها رو در زندگی خودمون انشالله به نحو احسن پیاده بکنید. بر محمد و آل محمد یک صلوات ختم کنید.